همین داغ بلافاصله بریم سراغ یکی از شخصیت‌های صاحب نظر ایرانی که به نظر من صاحب نظرات بدی و صاحب نظرات صائبی است در مورد برخورد با مسائل امروز کشورمون ایران، و اون کسی نیست جز استاد دانشگاه و عالم سیاست و نماینده سابق سازمان ایران در سازمان ملل متحد دکتر منصور فرهنگ در نیویورک، که امروز وقت عزیز خودش رو در اختیار من قرار داده برای شرکت در برنامه مرغ سر. با آقای دکتر منصور فرهنگ از سن حوزه سلام میکنم. سلام بر شما، چکرم از محبت. آقای دکتر فرهنگ، شما چه میبینید؟ یه روز پادشاهی آمد در همین مقبره کوروش، به کوروش گفت آسوده بخواب ما بیداریم، و یک روز حالا مردم هستند که در واقع به کوروش میگن که آسوده بخواب ما بیداریم، ادامه میدن در زمانی که حاکمانی بر کشور ما حکومت میکنند یا کشور ما رو تحت سلطه خودشون قرار دارن، که به نظر نمیرسه هیچ ارادتی به تاریخ ایران، اسطوره های ایران و فرهنگ اصیل ایرانی داشته باشه. و این صحیحه، یعنی در واقع از آغازی که اسلام وارد ایران شد این ضدیت با فرهنگ پیشین ایران در گروه های اسلامی وجود داشت، در زمان صفوی هم وجود داشت خصوصا، و امروز که روحانیون سر کار اومدن این به هر حال زیاد مورد تعجب نباید باشه. خیلی به طور کلی هیچ فرهنگ دیگری را نمیخوان بپذیرن، و اگر زورشون بیرسید از اول حتی زبان ما را هم تغییر میدادن. ولی در ضمنم باید بگم که وقتی ما به این تاریخ گذشته نگاه میکنیم بهتره که واقع بین باشیم، و همونطور که شیعیان به جنگ و جدال قدرت 1400 سال پیش رو تبدیل به افسانه‌ها و خرافاتی کردن برای بسیج و به طور کلی تحت تاثیر قرار دادن مردم، ما وقتی به گذشته نگاه میکنیم نباید افسانه سازی بکنیم و فکر بکنیم که در 2500 سال قبل در ایران حقوق بشر وجود داشته و یا آزادی وجود داشته. اصلا این مقوله حقوق بشر به این شکل که ما امروز میفهمیم در اون زمان در هیچ کجای دنیا وجود نداشته، ولی پادشاهانی بودند که وقتی خطری متوجهشون نبوده اجازه میدادند که مردمی که همه بدون استثنا در دهات کوچک زندگی میکردن بتونن به اعتقادات و افسانه های خودشون وفادار بمونن و فشاری روی اونها نمیومد. بعضی از شاهان هم بودن که ایدئولوژیک‌تر بودن. بنابراین این که روزی در 2400 سال قبل در ایران حقوق بشر وجود داشته از همون افسانه‌هایی است که در 1400 سال قبل اگر امام حسین بر ضد یزید پیروز میشد امروز دنیا بهشت برید بود. جناب دکتر فرهنگ، از 2500 سال پیش برگردیم به ایران امروز. شما این گرایش به اسطوره های ایرانی مثل از جمله زرتشت و کوروش در یه فاصله از اینها فردوسی رو در مردم ایران امروز چگونه تعبیر میکنید؟ آیا این یک نوع مقاومت مدنی فرهنگی در مقابل این رژیم نیست؟ به طور مسلم، ولی اون واقعیت اینه که فرهنگ جامعه به اون شکلی که هست مخلوطی از ایرانیت و اسلامه، از بخش روشنفکر و گروه‌هایی که به طور کلی مثل بنده اعتقادی به مذهب ندارن، اون فرهنگ اسلامی نقشی در زندگی ما نداره و به طور کلی ما احساس خویشاوندی هم با اسطوره‌ها و رفتار و اعتقاداتش نداریم. ولی اکثریت بزرگ مردم ایران خودشون رو مسلمان میدونن، اگرچه همون اکثریت با این رژیم هم مخالفند، ولی اعتقادات مذهبی هنوز در سر دنیا وجود داره. و من فکر میکنم اگر در ایران دموکراسی بخواد ایجاد بشه، یعنی کثرت‌گرایی پذیرفته بشه، باید بین اسلام و فرهنگ ایرانی آشتی داده بشه، یعنی اینها در هم ادغام بشن، نه به این معنا که همه بپذیرن، بلکه کثرت‌گرایی یعنی پذیرش این تنوع فرهنگی که میتونه زمین ساز مدنیت در کشور ما باشه. تا زمانی که ما بخوایم
اسلام رو بر ضد فرهنگ سنتی و قبل از اسلام ایران اینها رو در برابر هم قرار بدیم که گویا با در جنگ و جدال با هم دیگه هستن، نتیجه اون فقط میتونه استبداد و به طور کلی ادامه خرافات باشه. آی دکتر فرهنگ، نمیخواستم به این زودی یا به این سوال برسم، ولی توضیحاتتون من رو به سوال تازه میرسونه که باید مطرح کنم. اگر قراری که جامعه ایران با برداشت‌های مختلفی از فرهنگ ایران و فرهنگ اسلام باشه، این در مورد وقتی میرسیم به مورد زندگی اجتماعی مردم و دخالت دین در حکومت، این تا چه حد باید به این اصل پرداخت؟ چون در دین مذهبی که در ایران رایج هست و اکثریت مذاهب امروز پیروانش در ایران زندگی میکنن، یعنی شیعه، شما نمیتونید در حکومت دخالت نکنید، مذهب عین سیاست و سیاست عین مذهب. اون وقت این جریان چجوری میشه بعد از، یعنی آیا ما هیچ راه نجاتی داریم از این نظر که زمانی در ایران ببینیم که حرمت اسلام حفظ بشه ولی در این حال روحانیت در عرصه سیاسی نظرات متحجر 1500 سال قبل خودش رو نتونه تحمیل بکنه؟ مذهب وقتی وارد سیاست بشه تبدیل به فاشیست میشه. این به هر جد سراسر، نه تنها مذهب بلکه ایدئولوژی که مدعی دونستن حقیقت ازل و ابد باشه، یعنی تنوع رو نبینه و اینکه به هر حال انسان‌ها در سراسر تاریخ اسطوره‌ها و بینش‌های متفاوتی برای فهم آفرینش پیدا کردن. ولی واقعیت اینه که در ایران ما این جمهوری اسلامی که در واقع نوعی جمهوری فاشیستی است، یعنی دخالت در حریم خصوصی زندگی مردم، نوعی فاشیسمی است که اینها با ادبیات اسلامی و عبارات و کلمات اسلامی ازش دفاع میکنن. این برای اولین باره که در دنیای مدرن ایران ما با این تجربه روبرو شده و تا زمانی که تجربه جمهوری فاشیست اسلامی وجود نداشت، خیلی از مردم ما اسلام رو به طور رمانتیک بهش نگاه میکردن و میگفتن اگر همه بر مبنای اسلام عمل بکنن عدالت برقرار میشه، زور از بین میره و غیر ذالک. ولی واقعیت اینه که این در دنیای اسطوره‌سازی آدم‌های مذهبی همیشه سعی میکردن که این به اصطلاح زندگی طلایی اسلام رو در ذهنیت خودشون زنده نگه دارن. این برای اولین بار وارد عمل شد. وارد عمل یعنی خمینی یکی از جنایتکارترین مردایی که بر تاریخ ایران حکومت کرده و سیستم شبه فاشیستی امنیتی ایران، نسل هایی که امروز در ایران دارن بزرگ میشن، یعنی بیش از 70% از مردم ایران که زیر 40 سالن، بینش اونها نسبت به اسلام مثل بینش پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگان اونها قبل از انقلاب بهمن نبوده. بنابراین ایران ما داره تو یک تحول اساسی پیش میره. همونطور که در دنیای غرب مذهب تبدیل به نوعی سیستم حاکمیت به زور و جلوگیری از آزادی اندیشه بود، از بین رفت و امروز وقتی به فرانسه که کاتولیکا اونجا رو در فرانسه در واقع حاکم بودن بهش، امروز هیچ نقشی در دولت دارد. در ایران ما هم اگر بخوایم دموکراسی داشته باشیم به طور اجتناب ناپذیر این ماجرا از بین خواهد رفت و من فکر میکنم که نمیدونیم کی از بین میره، ولی جمهوری اسلامی یا جمهوری خمینی یعنی ولایت فقیه به نظر من زمین ساز فهم عام جامعه ایران در این مورد میشه که مذهب یک امر شخصی و اعتقاد فردی است و نباید ارتباطی با سیاست و تصمیمات مربوط به جامعه بر مبنای اون برقرار بشه. من فکر میکنم که بیش از هر زمان دیگری جامعه ایران داره این واقعیت پی میبره. آقای دکتر، اوضاع امروز ایران بسیار به هم ریخته است و این به هم ریختگی رو در همه اعضا و جواره حاکمیت شما میتونید ملاحظه بفرمایید. شما چه میبینید؟ شما به عنوان یکی از کسانی بودید که در ایام انقلاب سال 1357 در سن و سال و موقعیتی بودید که حوادث انقلاب و از نظر دانش در سطحی بودید که حوادث انقلاب ایران رو تعقیب بکنید.
آیا هیچ میشه تشابهی دید بین اون چه که در ایران امروز داره اتفاق میفته در سال 2017 و 2017 و احتمالاً 2018 میلادی و بین در سالهای 1157 و 1156 و 57 ایران؟ میتونیم این رو زمینه های مشترکی رو ببینیم؟ بذارید ساده تر بگم، آیا رژیم آماده ریزش هست؟ خیر، به نظر من با نهایت تأسف، یعنی من به عنوان یک واقعیت اون چیزی که هست میگم، اگه بگی چی دلم میخواد، دلم میخواد این رژیم فردا نابود بشه، ولی اگر به عنوان یک ناظر از من بپرسین که رژیم در خطر سقوطه، جواب من منفیه. ولی سوال شما بسیار جالبه و واقعا تا آدم در ایران زندگی نکنه و با جوانای ایران، خصوصا زنان ایران که امروز نقش بی نهایت جالب و بی سابقه ای در پیشرفت فرهنگ سیاسی ایران دارن ایفا میکنن که این بی سابقه است در گذشته، که اینها در چه طریق دارن پیشنهاد، ولی به طور کلی اون بینشایی که در گذشته اسلام انقلابی که میخواست حاکم بر مملکت بشه، مارکسیسمی که باشه و یا ناسیونالیستا و ملیگرایی که مثل تیپای ما که در واقع مدلشون دوران مصدق بود، اونا همه در واقع صحنه رو ترک کردن و دنیا هم عوض شده. یعنی یه عده از جالبترین و مؤمنترین روشنفکران ما در 20-30 سال قبل از انقلاب یا تحت تاثیر چین بودن یا تحت تاثیر اتحاد شوروی بودن، چه گوورا بود، کوبا بود، و این مدینه های فاضله خارج از مرز نقش مهمی در ذهنیت و تحلیل اونا راجع به جامعه ایران ایفا میکرد. اونا همه از بین رفته و تحلیل جامعه ایران خیلی بومی تر شده. من دیگه نمیبینم هیچ گروهی یا شخصیتی در ایران دنبال مدینه فاضله‌ای در پشت مرزها بگرده و بگه ما میخوام از اونا الهام بگیریم یا شبیه اونا بشیم. یعنی که من به طور کلی نسبت به آینده ایران خوشبینم. فاشیسم مذهبی رو محکوم میبینم و کی این به این سرش به دیوار میخوره. تاریخ متاسفانه به ما اجازه نمیده که پیشگویی اونطوری بکنیم، ولی بعد از، به نظر من، بعد از بین رفتن خامنه ای، حکومت ایران به دست سپاه پاسداران میفته و هیچ بعید نیست که مبارزه با یک حکومت نظامی برای جامعه ایران آسون تر باشه تا مبارزه با یک حکومت آخوندی و مذهبی. بنابراین من به آینده ایران خوشبینم، ولی نه به این معنا که فردا یا در آینده قابل پیش بینی این رژیم بخواد از هم بپاشه. آقای دکتر، چرا یه خود بیشتر توضیح بدید، چرا سقوط رو در پیش نمیبینید؟ اگر حوادث ایران رو تعقیب بکنید، که من مطمئنم جناب عالی تعقیب میکنید، میبینید هر روز در یک سری از نقاط دیگه تعدادش هم کم نیست، تعداد شرکت کنندگانش هم کم نیست، کسانی که در انواع تظاهرات شرکت میکنند، کارگرانی که حقوقشون رو نگرفتن، مادرانی که حقی ازشون تضییع شده، زنانی که مورد ظلم قرار گرفتن، در دفاع از زندانیانی که بیدلیل به زندان میفتن و و و و میشه یه لیست بزرگ هر روز داشت، هر روز میشود داشت. چرا شما فکر میکنید چه دلیلی وجود داره که اون نیرو رو درش نمیبینی که امروز که به اصطلاح رژیم دچار این همه انزوای جهانی هست؟ ولی از نظر به اصطلاح یک تحلیل تطبیقی و تاریخی بخوام در این مورد بدم، رژیم هایی آسیب پذیرن که از درون خودشون ضعیف باشن و در درون خودشون انسجامی نباشه از جهت منافع خودشون و ثبات قدرت خودشون. سپاه پاسداران و تشکیلات امنیتی که این رژیم درست کرده، اینا در رژیم ایران نفع دارن، یعنی از نظر حقوقی که میگیرن، منافعی که برای خانوادهشون میگیرن، پستایی که میگیرن، سپاه پاسداران 40% از اقتصاد ایران رو کنترل میکنه و تو سپاه پاسداران و کسانی که با اونا ارتباط اقتصادی دارن میلیونرهای بسیار زیادی هستن، و این برخلاف رژیم شاه و یا برخلاف رژیم حسنی مبارک و یا قذافی، که اینها در واقع اون سیستم امنیتی که درست کرده بودن وفاداری به رهبری نداشت. شاه
ارتش ایران و حتی رهبران ارتش ایران هیچ یک فهم انسجامی از منافع خودشون به عنوان یک تشکیلات نداشتن. اینو سپاه پاسداران داره، دستگاه امنیت اینها داره، ولی در درون خود اینها به طور اجتناب ناپذیر نمونه هاشو میبینیم، میتونه مثل همه رژیم های استبدادی و شبه فاشیستی دیگه اختلافی ایجاد بشه که به طور اجتناب ناپذیر هم به خاطر انزوای سیاسی و هم به خاطر مشکلات اقتصادی و هم به خاطر بلند پروازی های وحشتناکی که این رژیم در منطقه خاورمیانه داره که تا کنون در این 5-6 سال بیش از 40 بیلیون دلار به رژیم بشار اسد کمک مالی و اقتصادی و غیر ظالم کردن. بنابراین اگر نه به این دلیل که این رژیم مشروعیت معنوی یا اخلاقی داره، به هیچ وجه این رژیم توانایی جلوگیری از مبارزه مردمی برای سقوط خودش رو تا امروز داره. تا زمانی که یک رژیم این توانایی رو داره، امکان این که مردم بخوان تشکیلاتی درست بکنن و از راه این تشکیلات فشار به اون دولت بیارن که اون رژیم از درون منفجر بشه، همونطور که رژیم شاه شد، این هر نظر تاریخی به نظر من واقع بینانه نیست به اون، ولی هیچ تاریخ میتونه به ما درس بده، اتفاقی میتونه بیفته که در تحلیلای مثل آدمای مثل بنده به هیچ وجه جایی نداره. ولی در حال حاضر رژیم ایران ثبات داره، ولی این ثبات به طور اجتناب ناپذیر به بنبست میرسه. آیه دکتر فرهنگ، میدونم سر این سوال که برسم احتمالاً من تغییر چهره شما رو نمیتونم ببینم، ولی میتونم حدس بزنم که با این سوال خودم شما رو قدری عصبانی خواهم کرد، ولی قصدم هم اینست که این کار بکنم. به نظر شما امروز با تغییرات که در ایالات متحده آمریکا پیش آمده و ظهور پدیده ترامپ و اینکه ایشون در 13 اکتبر در یه نطقی آمد و اعلام کرد موارد نقض حقوق بشر در ایران رو، حمایت از مردم ایران رو، ستایش مردم ایران رو، بهم نگید که خب اینا رو گذاشتن جلوش داره میگه، اینا رو منم میدونم، شما هم استاد این رشته هستید میدونید، ولی آیا این وضعیت تازه، به هر حال ما برای اولین باره در طول این 40 سال داریم نگاه میکنیم و میبینیم که یک رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم داره صحبت میکنه و اعلام پشتیبانی میکنه از حرکت اونها و صحبت از براندازی رژیم میکنه خودش و اعوان انصارش، این چه کمکی میتونه به مردم ایران بکنه؟ من تاله نهیدم که به ترامپ به اون معنا. اگه من فکر میکنم که اون چالشی که او داره در برابر ایران میذاره، هر رئیس جمهور دیگری بود میذاشت در شرایط کنونی، برای اینکه از سال 2001 تا امروز بین ایران و آمریکا منافع کوتاه مدت تاکتیکی مشترک وجود داشته و اینها با هم همکاری کردن در سرنگون کردن طالبان، در سرنگون کردن صدام حسین و بعد در آفرینش داعش آمریکا و ایران هماهنگ با هم بودن. گروه البدر که آمریکا هم نگاه کردن، نزدیک بیش از 3 میلیون آواره عراقی درست کردن که پایه اجتماعی داعش شد و بعد در جنگ با داعش اولویت آمریکا جنگ با داعش بود و اولویت ایران هم جنگ با داعش، حتی در رابطه با کردستان ایران و آمریکا هم جهت بودن. بنابراین تازه در روابط بین المللی اصطلاحی هست که دشمن دوستته. در واقع در این 16-17 سال بین ایران و آمریکا در ذهن ضدیت، در ذهن همه شعارهایی که بر ضد همدیگه میدادن، همکاری های بسیار ملموس مشخصی وجود داشته که در موارد زیادی که من نوشته هم بهش اشاره کردم، آمریکایی‌ها از ایرانی تشکر میکردن برای کمک هایی که میگرفتن. امروز داعش به عنوان یک نیروی نظامی شکست خورده و در این مدت با کمک آمریکا، با زمینه‌ای که دولت بوش درست کرد، نفوذ ایران در منطقه خاورمیانه خصوصا در عراق و سوریه و در جنوب لبنان و خصوصا حزب الله افزایش پیدا کرده. بنابراین اگر ایران بتونه نفت صادر بکنه و درآمدش زیاد بشه، کمک‌های مادی بیشتری هم به این گروه‌ها می‌کنه که در واقع این سیاست ارتباطی بر ضد منافع ملی ایران
یعنی سیاست خارجی ایران در منطقه با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران دشمنی داره، ولی برای بلند پروازی های شیعه های اصل و اشعری دوازده امامی که وارد نمایندگان خدا روی زمین خودشون رو میدونن دستاوردهای ملموس و مشخصی، خصوصا اینکه بهای اون رو، بهای انسانی و مادی اون رو اونا نمیدن، بلکه برخوردار میذاره، بهای انسانی و مادیشو جامعه ایران میده. بنابراین آمریکایی‌ها دارن به اون تموم شده، اون هماهنگی تاکتیکی بین کوتاه مدت بین ایران و آمریکا به پایان رسیده و برنده این ماجرا در حال حاضر جمهوری اسلامیه. اینه که امروز آمریکا چهار چیز در رابطه با ایران میخواد. یکی این که میخواد کنترل روی برنامه‌های هسته‌ای ایران رو دائمی بکنه. دوم این که میخواد برنامه موشکی ایران رو متوقف بکنه. سوم این که میخواد جلوگیری بکنه که ایران کمک‌های مادی و نظامی به گروه‌های مثل حماس و حزب الله بکنه. و چهارم این که میخواد نفوذ ایران رو در عراق و سوریه مهار بکنن. در این چارچوبه که آمریکا میخواد سعی بکنه تحریم‌های اقتصادی دوباره روی ایران بذاره و تا اونجا که میتونه انزوای سیاسی درست بکنه، ولی در اینجا با اروپا هم اختلافات اساسی داره. بنابراین این تقابلی که بین ایران و آمریکا وجود داره به هیچ وجه نمیتونه به نفع مردم ایران تموم بشه. شعارهایی که حقوق بشر، میدونیم من و شما خیلی خوب، اصلا چیزی که در زندگی دونالد ترامپ وجود نداره حقوق بشره، و یا سه نظامی که برای او کار میکنن، یا وزیر خارجه است که رئیس شرکت بزرگ نفتی بوده. اینا اگه حقوق بشر در عربستان سعودی، در تمام کشورهای عربی خلیج فارس، اینه که این شعارهایی که میدن میتونه از نظر سیاسی نوعی فشار روی رژیم ایران باشه، روانشناسی سیاسی، ولی نه به این معنا که آمریکا میخواد دست به اقدامی مثل اقدامی که در افغانستان یا در عراق یا در لیبی زد رژیم ایران رو ساقط بکنه. این کار به نظر من اصلا و ابدا در دستور کار سیاست خارجی آمریکا نیست. در خدمت آقای دکتر منصور فرهنگ هستیم در پنجمین برنامه مرغ سحر که از تلویزیون اندیشه پخش میشه. آنچه که در این برنامه گفته میشه یا پخش میشه مسئولیت مستقیمش و تمام مسئولیتش بر عهده من فرامرز فروزنده، تهیه کننده، مجری و برنامه ساز این برنامه است. آقای دکتر فرهنگ، بذارید سوالم ساده کنم. آیا ما چطور میتونیم با غرب به یک نوع بدبستون منطقی برسیم که ضمن اینکه مملکتمون رو نفروخته باشیم، از نیروی حمایتی غرب به ویژه حمایت فرهنگی و تبلیغاتیش علیه رژیم جمهوری اسلامی بتونیم استفاده کنیم؟ من فکر میکنم که دنیای غرب به اندازه کافی با ایران ضدیت داره، هم از جهت مردم و به احتمال حتی در سطح دولت‌ها. ولی ما زیاد نباید به دولت‌های غرب توجه داشته باشیم. ما به جای اینکه به فکر اینکه در خارج از کشور چه به تصمیمی میتونه روی وقایع ایران تأثیر بذاره، بیایم به خودمون بپردازیم. توجه داشته باشین که ما بعد از 28 مرداد برای 25 سال یک کتابخونه پر کردیم که بخوایم افشاگری بکنیم که آمریکا و بریتانیا اومدن در ایران کودتا کردن. ولی شما یه مقاله پیدا نمی‌کنی که چرا این کودتا اینقدر آسون و ارزون موفق شد. و بعد از انقلاب 57 باز می‌بینیم که نیروهای چپ، نیروهای دموکرات، نیروهای لیبرال، نیروهای ناسیونالیست وقت و انرژی خودشون رو برای تضعیف و بی‌اعتبار کردن همدیگه به کار بردن و آخوندا، یعنی یک سیستم اسلامی فاشیستی، تونست بیاد از همه این اختلافات استفاده بکنه و پیروز بشه. یعنی این که فقط برد این که بعد از این انقلاب آخوندا به قدرت رسیدن، یک جهت دیگری هم داره که غیر آخوندا چه می‌کردن. کسانی که ادعای دموکراسی داشتن و ادعا داشتن که میخوان در ایران مدنیت برقرار بشه. امروز خارج از کشور مهمترین و جالبترین نقشی که تکنولوژی این اجازه رو به ما داده ایفا بکنیم، دفاع از حقوق بشر، دفاع از حقوق زنان، دفاع از اقلیت‌های مذهبی، یهودیان، بهائیان، مسیحیان، زرتشتیان و به طور کلی دفاع از کثرت‌گرایی،
امروز جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری میتونه تحت تاثیر این بحث وسیع حقوق بشری خارج از کشور که تکنولوژی این امکان رو به ما داده بیش از هر زمان دیگری آگاه بشه. و این آگاهی به نظر من خطری بی نهایت مهمتر برای رژیم فاشیستی ایرانه تا اینکه آقای ترامپ یا نخست وزیر بریتانیا چه فکر. کشورهای بزرگ در پی منافع خودشونن، منافع اقتصادی، منافع امنیتی و منافع ایدئولوژی. هر وقت که بخواد از گروه‌های استفاده بکنن برای پیشبرد اهداف و منافع خودشون، اون گروه‌ها در واقع ابزاری در خدمت اونها میشن. بنابراین این توجه، این فرهنگ سیاسی ما که به برون مرز نگاه میکردیم برای پاسخ به مسائلمون و یا برای توجیه بقایایی که در داخل اتفاق میفته، این رو باید کنار بذاریم و برگردیم به اون فرهنگ دموکراسی که برای ایران میخوایم، بیام در رفتار و کردار ملموس امروز خودمون نشون بدیم. و این تو فرهنگ ما هست. اجازه بدیم در یک مقایسه خیلی راحت بخوام بکنم. بین شاه و خمینی اختلاف عظیمی وجود داشته که همه میدونیم، از نظر ارزشی، اعتقادی، تاریخی. ولی در دو مورد که من همه نوشته های این دو نفر رو خوندم، در دو مورد اینا 100% با هم هماهنگ بودن. یکی این که هر اختلافی که در داخل کشور میافتاد که اونها باش مخالف بودن، این توطئه اجنبی بود. و دوم این که هر فردی که از اونها انتقاد میکرد یا مخالفت میکرد یا احمق بود یا نوکر اجنبی. این حرفا در واقع تا حدودی بین مخالفین این رژیم هم هنوز ادامه داره. بهترین خدمت همین کاریست که شما دارین میکنین، یعنی بحث آزادی که مردم ببینن، دفاع از حقوق بشر. هر چقدر تنوع بیشتر بشه، هر چقدر این بحث ها آزادانه تر بشه که همه بینش ها توش بیان، جالبترین خدمتیه که ما بتونیم به نسل کنونی ایران بکنیم. تا اون نیرویی که شما سو، اون نیروی مخالف بدیل یا اپوزیسیونی که بخواد بر ضد این رژیم شکل بگیره، اون در داخل کشوره. ولی در داخل کشور همون که در گذشته نقش ایدئولوژی، نقش اسلامگرایی، نقش مارکسیسم، نقش ماویست قوی بود در تأثیر گذاشتن روی بخش قابل توجهی از جوانای میدل کلاس، امروز هم این دفاع از حقوق بشر و دموکراسی و اقلیت ها و دفاع از کثرت‌گرایی میتونه روی جامعه ایران تأثیر جالبی داشته باشه، حتی بیش از هر زمان دیگری به دلیل تکنولوژی. بنابراین این نقش ما در خارج از کشوره و اینکه ما فکر بکنیم در خارج از کشور ما یک اپوزیسیون یا بدیل سازمان یافته ای داریم که اینا میتونن جانشین داریم. امروز تنها گروهی که این ادعا داره مجاهدین هن. و این مجاهدین هم به صورت ابزاری در خدمت تبلیغات اسرائیل و عربستان سعودی و ترامپ و غیر ذالک قرار گرفتن. خیلی جالبه که این پولهای وسیعی که اینها به آدمای دست راستی آمریکا میدن که براشون 5 دقیقه سخنرانی بکنن، این واقعا وحشتناکه که یه گروه ایرانی بیاد در خارج از کشور بخواد از این طریق. و تردیدی نیست که این عربستان سعودی و اسرائیل و ترامپ و دست راستی های اینجا که از مجاهدین به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده میکنن، نه اینکه اینا در خدمت اهداف مجاهدین باشند. آقای دکتر فرهنگ، ببینید، اشاره کردید به نوع کاری که میتونه در ایران مؤثر باشه، ولی شما نمیتونید انکار بفرمایید نیروی عظیم تبلیغاتی رو که غرب در اختیار خودش داره و ما اگر بتونیم از اون بهره بگیریم، به مراتب سرعت تاثیرگذاریمون در سرزمینمون برای تغییر بیشتر از این حد خواهد بود. این یک. دو، نمونه‌های تاریخی وجود داره که اتفاق افتاده. من توجیه شما رو در مورد اونها میخوام. مثلا فرض فرمایید رابطه ایالات متحده آمریکا و ژاپن در جنگ دوم جهانی. خب بمب رو اولین بار انداختن توی هیروشیما و در واقع می شود گفت ژاپن رو نابود کردن. ژاپن با آمریکا ساخت و ژاپن شد، ضمن اینکه اون مردم البته مردم ژاپن بودن. خب چطوری میشه؟ ما می بینیم چین در یه دوره از تاریخ خودش میاد و تن به همه چیز در ایالات متحده آمریکا میده،
و از اونچه که در امریکا اتفاق میفته زیربنای ساخت کشور خودشو میذاره. یعنی بسیاری از موارد هست که یه نوع بدبستون وجود داره بین این کشورها. آیا مفهوم استقلالی که شما ازش استفاده میکنید یک مفهوم ناسیونالیستی مطلق ضد خارجی است؟ به هیچ وجه. اصلا استقلال به خودی خود ارزش نیست. هیتلر مستقل بود، خمینی مستقل بود، موسولینی مستقل بود، استالین مستقل. استقلال به خودی خود اصلا ارزش نیست. استقلال همیشه در دنیایی که ما زندگی میکنیم بستگی به این داره که دقیقا همونطور بلبستون یا دو تا کلمه در زبان ما وجود داره که اگه بخوایم دموکراسی داشته باشیم به این دو تا کلمه باید احترام بذاریم، یکی سازش، یکی ائتلاف، که متاسفانه هر دوی اینا تو فرهنگ سیاسی ایران به عنوان فحش ازش استفاده میشه، به عنوان پرخاشگری. به هیچ وجه وقتی دولتی سر کاره، وقتی واقعا اگر یک تشکیلات سازمان یافته ای در ایران وجود داشته باشه که بدیل و 100% با هر دولتی در به نفع پیشبرد اهداف خودش میتونه همکاری بکنه، استقلال به این معنا نیست که شما با دیگران همکاری نمیکنید. استقلال به این معناست شما به رفاه و امنیت و حیثیت جامعه خودتون اولویت میدین، ولی نه به این معنا که سازش نمیکنید. در دنیای سیاست به طور عام و در روابط بین المللی اخص مسئله خوب و بد یا بود و نبود نیست. همه چی از کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر شروع میشه و از به کمتر و بیشتر و بهتر و بدتر ختم میشه. کسانی که میخوان روی زمین بهشت درست بکنن معمولا جهنم درست میکنن، چه جمهوری اسلامی باشه، چه استالینیست باشه، چه هیتلر باشه. اینا همشون اعتقاد داشتن اون یکی از راه فاشیست، اون یکی از راه کمونیست، این یکی از راه اسلام میخوان روی زمین بهشت درست بکنن. میبینیم که جهنم درست کردن به معنای واقعی کلمه. بنابراین ما این که مبارزه برای این که صحبتی خارج در حال حاضر دنیای ایرانیای پراکنده‌ای که در خارج از کشور وجود دارن، اینها ارتباط ارگانیک به اون معنی که شما میگین با دولتی که خارج از کشور بخواد در برابر ایران بایسته، همچی امکانی وجود نداره. اگر واقعا یک تشکیلات دموکراتیکی که رهبران اون دموکراتیک انتخاب شده بودن، اگر واقعا ما 40 سال گذشته و ما اصلا و ابدا نتونستیم حتی یک تشکیلات حقوق بشری که 2000 عضو شهری پرداز داشته باشه در خارج از کشور درست بکنیم، ولی کمبود فهم نداریم، کمبود دانش نداریم و از نظر من به هیچ وجه کمبود صمیمیتی نداریم، کمبود رفتار دموکراتیک داریم، کمبود فکر دموکراتیک نداریم. رفتار دموکراتیک کاملا دنیای دیگری است تا بخوایم تئوری ببافیم به حرفای کلی راجع به دموکراسی. اینه که این رو ما در خارج از کشور باید تبلیغ بکنیم و تا اونجا که میتونه در رفتار و کردار خودمون نشون میده. این بهترین خدمتی است که به مبارزین امروز آینده ایران میتونیم بکنیم. اینکه توجه به خارجی کردن اون زمانی که شما امکان قدرت گرفتن داری، وضعی داری، تشکیلاتی داری که این تشکیلات به عنوان حربه‌ای در برابر رژیم قرار گرفته و حداقل بل قوه میتونه جانشین موجود بشه، در اون موقع بلبستون با هر کجای دنیا بر مبنای منافع ملی و تصمیمات دموکراتیک به هیچ وجه اشکالی نداره. بنابراین کسی صحبت از استقلال به این معنا که استقلال به خودی خود ارزشه اصلا این از نظر تاریخی و به طور کلی از نظر بیمعنیه. استقلال به خودی خود ارزش نیست، بلکه پیشرفت دفاع از منافع ملیه. آقای دکتر فرهنگ، با توجه به وقتی که در اختیارم هست، در یک پاسخ به یکی از سوالات قبلیم اشاره کردید احتمالاً سپاه پاسداران قدرت در ایران به دست خواهد گرفت. آمدن سپاه پاسداران بر سر قدرت آیا زمینه توجیه شرعی این حکومت رو پایین نمیاره و قدم مثبتی، اگر این تئوری رو قبول کنید، قدم مثبتی به عنوان یک مرحله برای نزدیک شدن به سقوط رژیم به حساب نمیاد؟ به احتمال زیاد. یعنی اینکه این من فکر میکنم که اولا در حال حاضر هم نقش اساسی در دفاع از حاکمیت فاشیست و مذهبی آخوندی با سپاه پاسدارانه،
یعنی بدون اونا و بدون تشکیلات امنیتیشون اینا یعنی اون به سبب مشروعیت مردمی که یه حدودی خمینی از راه خرافات و اعتقادات تشیع درست کرده بود، اون بسیار بسیار محدود شده، ولی هنوز هست 15%، 20% ما نمیدونیم. ولی کاملا حرف شما درسته، رژیمی که بعد سر رژیم به احتمال زیاد به نظر من رژیم سپاه پاسداران که سرکار بیاد، یکی از راههایی که بتونه توی جامعه مشروعیتی برای خودش درست بکنه سرکوب کردن آخونداست. یعنی من به هیچ وجه غیر منتظره برام نخواهد بود که یکی از اولین کارهایی که سپاه پاسداران آینده، حالا رهبرش کی خواهد بود، به چه شکلی خواهد بود، بیاد و برای نشون دادن ملیت خودش و اعتبار خودش بیاد آخوندار کنار بذاری، نقش اینا رو تو شورای نگهبان و یا به طور کلی مجلس خبرگان اینا رو به پوچ برسونی. یعنی اونا هم بشن مثلا امام جمعه زمان شاه، یه همچی نقشی به اصطلاح داشته باشه. این به احتمال زیاد این اتفاق میاد. اون چیزی که ما نمیدونیم اینه که در این سپاه پاسداران که در حال از پایین جامعه اومدن، اینو توجه داشته باشیم که اکثریت بزرگ سپاه پاسداران از پایین ترین بخش اجتماعی و طبقاتی ایران اومدن و اینها فعلا به مرحله قدرت و رهبرانشون به ثروت هم رسیدن، که بین اینا در واقع چه شخصیتی بروز بکنه؟ آیا بین اینا هم یه رضاخانی وجود داره، یه یعقوب لیثی وجود داره، یه نادری وجود داره؟ دارم به اصطلاح استعاره ای صحبت میکنم که وقتی مشروعیت رژیم حاکم یعنی مشروعیت آخوندیسم از بین میره و یک نیروی نظامی میخواد بیاد جانشینش بشه، برای مشروعیت دادن به خودش به طور مسلم یه نقشی در خفه کردن و یا به طور کلی محدود کردن نفوذ اون گروه ایفا میکنه. این ما در اطلاعاتمون راجع به سپاه پاسداران و شخصیت های اون واقعا بسیار بسیار محدوده، برای اینکه اینا از پایه اجتماع اومدن و خود خود رسیدن به جایی که امروز ببینیم در واقع حکومت و فاشیسم مذهبی رو دارن دفاع میکنن ازش. آقای دکتر فرهنگ، میخوام یه سوال دیگری رو مطرح کنم، نظر شما رو داشته باشم در این گفتگو. میدونی چندی قبل رفراندومی انجام شد در مورد تمایل کردستان، اقلیم کردستان عراق به استقلال، و اکثریت مردم هم در اون منطقه‌ای که رفراندوم برگزار شد رأی دادن به این امر. اما ما مواجه هستیم با عقب نشینی خیلی سریع آقای بارزانی در مورد نتایج این همه پرسی، و در این حال چیزی که نمیتونیم پیدا بکنیم و بفهمیم این است که تأثیر این حرکت در آینده منطقه چه خواهد بود. آیا این که ایجاد یک کردستان مستقل یک طرح اسرائیلی هست درسته یا نه؟ و دوم، سوال دومین پرسش من از شما این است که تا چه حد در ایران ما نگران جنبش هایی باید باشیم که بالمعال ممکنه به تجزیه کشورمون منجر بشه؟ به نظر من در ایران چنین امکانی وجود نداره، برای اینکه حتی اون گروه های کردی که صحبت از استقلال میکنن یک اقلیت محدوده. ولی تبعیض علیه مردم کردستان، تبعیض اقتصادی، تبعیض سیاسی از تمام قرن بیستم وجود داشته، از زمان رضا شاه و شاه و امروز بدتر از هر زمان دیگری، به این دلیل که اینا با اکثریت سنی این منطقه هم مخالفن بیش از هر زمان دیگری شده. ولی تا اونجا که من از کردستان اطلاع دارم هنوز اینا صحبت از به اصطلاح خودمختاری گروهی میکنن که هیچ اشکالی هم نداره، ولی استقلال و جدا شدن از ایران در اینجا وجود نداره. در عراق این واقعیت وجود داره. در عراق در عمل در واقع از سال 1991، یعنی زمانی که نیروهای آمریکایی رفتن برای بیرون کردن سربازان عراق از کویت، از اون زمان کردستان یک به اصطلاح یک استقلال دو فکتو، یک استقلال حقوقی نه ولی یک استقلال واقعی داشته. و در اون زمان حتی این مدتی هم که نفت رو در کرکوک کنترل میکرد، روابط تجاریش با ترکیه بسیار باز بود و درآمد بسیار خوبی داشتن، با ایران هم همینطور. منتها مسئله این بود که تصمیم بارزانی برای اینکه این
رفراندومو در اونجا بذاره با منافع آمریکا، با منافع ایران، با منافع ترکیه 100% در تضاد بود. و آمریکا هم که فعلا در حال حاضر اولویتش اینه که در عراق ثباتی ایجاد بشه، اونها هم مخالف بودن. بنابراین این با مخالفت وسیع روبرو شده بود و اگر میخواست در اون موقع ترکیه بخواد حاضر نباشه با کردستان روابط تجاری عادی و اقتصادی داشته باشه، برای کردستان بسیار بسیار مشکله که بتونه مستقل باشه از نظر اقتصادی. ولی اینکه اسرائیل حمایت میکنه، اون به خودی خود هیچ ارتباطی به واقعیت و مشروعیت کردها نداره. در سوریه به احتمال زیاد آمریکایی هم دارن کمک میکنن، اون بخشی که کردها در سوریه هستن یک کشور مستقل شناخته نخواهد شد، ولی به احتمال زیاد خودمختاری خواهد داشت. مسئله کردها از حدود جنگ بین الملل اول تا کنون ادامه داره و اینا بعد از جنگ بین الملل اول اگرچه متفقین قول داده بودن به اینها که برای اینها کشور ایجاد بکنن، ولی زدن زیر قولشون و کردها رو همونطور که میدونیم تقسیم کردن بین این چهار کشور. و یک مسئله ایست، یعنی کردستان اگر عراق میخواد کردستان جدا نشه، کردستان باید به همون اندازه‌ای برخوردار از منابع درآمدهای نفتی عراق باشه که سنی‌های اونجا در 30-40 سال گذشته بودند. ولی این مشکل کردستان به نظر من تأثیر قابل توجهی روی ایران نخواهد داشت. شما سیاست‌های ایران رو در قبال این همه پرسی و برخوردش رو با این مسئله چگونه توجیه می‌کنید؟ چجوری می‌بینید؟ برای اینکه اولا دولت عراق، ایران، هدف اصلی ایران اینه که در عراق نیروی نفوذش ادامه بده، و دوم اینه که به نظر من تلاش ایران، ایدئال ایران اینه که این گروه های چریک های شیعه رو تبدیل به سپاه پاسداران عراق بکنه، و این آمریکایی ها میدونن در خود عراق هم مخالفین باشد. بنابراین اگر دولت عراق باش مخالفه، ترکیه هم باش مخالفه، اگرچه ایران روابط مستقیمی با کردها داشته از زمان صدام حسین، ایران روابط در تمام مدتی که برای سرنگونی صدام بین ایران و آمریکا همکاری وجود داشت، احمد چلابی میرفت ایران و از طریق ایران میرفت کردستان و روابطش با کردستان از طریق ایران بود که کردها هم حمایت میکردن از حمله آمریکا به عراق. بنابراین این مسئله کردستان و به طور کلی تلاش برای جدا شدن از طریق نظامی به نظر من امکان پذیر نیست، ولی کردستان میتونه وارد گفتگویی با دولت عراق بشه که از خودمختاری قابل توجهی برخوردار باشه، همونطور که الان هست. شما وارد کردستان اصلا یه پرچم خودشون دارن، مجلس خودشون دارن، سرود ملی خودشون دارن، یه سرباز عراقی نمیتونه وارد خاک کردستان بشه. این جاهایی که عراقی ها از کردستان از کردها گرفتن، اینها قبلا کردها در اونجا نبودن، این بعد از اومدن داعش و شرکت کردها در شکست داعش اینا این مناطق نفتی رو تسخیر کردن و استفاده کردن ازش، و اگر اعلام استقلال نمی کردن هنوز هم میتونستن اعلام. اینه که مشکل کردستان، من هیچ جای کردها رو در هیچ کدوم از این کشورها از طریق نظامی قابل حل نمی بینم، ولی میتونه از طریق مذاکره خودمختاری ایجاد بشه که استقلال به معنای ملت مستقل نیست، ولی میتونه که تغییرات اساسی کیفی در این بخشای ترکیه و ایران و سوریه ایجاد بشه که منافع مردم بهتر تأمین بشه. این امکان هست. جناب دکتر فرهنگ، وقت من به آخر خودش رسیده. بسیار سپاسگزارم از اینکه امروز یک شنبه بعد از ظهرتون در واقع صرف توجه و شرکت در این برنامه کردید. به امید اینکه همیشه سلامت باشید و امکان گفتگو با شما وجود داشته باشه. خیلی متشکرم از خواهش. من به شما در نیویورک شب بخیر میگم. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. یک بار دیگه ناچارم تکرار بکنم، چون در همین برنامه امشب شما تنوع اون چرا که در برنامه وجود داشت و ملاحظه کردید و ملاحظه میکنید، مسئولیت، اعتبار این کار به تلویزیون اندیشه برمیگرده، اما اگر مسئولیت و انتقادی برش هست، بر من تهیه کننده، برنامه ساز و مجری این برنامه است که مسئول تهیه
کل برنامه بودن. خوشحال میشم نظرات شما رو داشته باشم. از امیر درخشان یک بار دیگه به خاطر این برنامه مشکل تشکر میکنم و تماس با شما من رو به هم نیروی بیشتری میده. ایده هاتون بسیار برام کمک میکنه. خوشحال هستم اگر با هم با تلفن 408-887-49-85 تماس بگیرید و امیدوارم تکنولوژی یه وقتی اجازه بده که از همین راه دور هم بشود شما مشارکت مستقیم در برنامه داشته باشید. هر جایی که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار بکام.